امروز البته از دیروز تا حالا خب بحث همین بازگشایی دانشگاه ها و اعتراضات که صورت گرفته است آدم رو به این تحلیل میرسونه. برنامه های صدا سیما هم که قسمت های مختلفش رو میبینیم که خب الان تمرکز داره روی قضیه مسئله دانشگاه ها، حالا مسائل متعدد رو در موردش صحبت میکنه. امروز من همینطوری که داشتم آماده میشدم بیام برای برنامه، یک گفتگوی در یکی از بخش های برنامه های تلویزیونی صدا سیما ایران بودش و گفتگوی داشت حالا با یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران آقای خنیفر، اگه یادم فامیلی چیزی دارم ولی خنیفر فکر می‌کنم فامیلیش بود، این آقای خنیفر یه چیزی گفتن که من واقعا گیج شده بودم. ایشون بحث می‌کرد از اینکه دانشجو باید مواظب باشن سیاست زده نشوند و میگفتش که کار سیاسی خیلی هم خوبه، ولی کار سیاسی تاکید داشتن رو اینکه کار سیاسی نباید باعث سیاست زدگی بشه و کار سیاسی باید یک چارچوب و یک تعریف و یک قالب مشخص داشته باشه که دانشجو باید اون قالب مشخص رو بدونه، چون که حتی کد می آوردن از صحبت‌های آقای خمینی که ایشون هم اعتقاد داشته که در دانشگاه میگن خمینی گفته بوده لعنت بر اون کسی که دانشگاه ها رو سیاست زدایی کرده. به هر جهت بحث خیلی جالب هست، میخواستم نظر شما رو بدونم. شما فکر می‌کنید در دانشگاه واقعا سیاست زدگی ایجاد شده به قول آقای خنیفر؟ ببینید در مورد دانشگاه سیاسی شدن ایجاد شده، ولی زدگی کلا تو کل جامعه ایجاد شده. یعنی شما مثلا تو خیابون حرف از سیاست میزنی زدگی ایجاد میشه، دفعه کبودی ایجاد میشه، کتک خوردگی ایجاد میشه، اینجور چیزا به وجود میاد. یعنی این سیاست و زدگی این دوتا پدیده متفاوتن. این که واکنش دولت از 22 خرداد به بعد اینه که تا هر کسی راجع به سیاست هر حرفی میزنه یا میخواد بزنه یا اینکه یه موقع فکر کرده که بزنه، این بلا فاصله با زدن و کوفتن و فشار و این چیزا مواجه بشه، خب این مسئله دیگریست. البته ببینید بدبختی که وجود داره اینه که دانشجوی این مملکت یا از حتی میخوام بگم هنرمنده این مملکت تکلیف که ندارن، که ما بدبختیم بیچاره‌ایم خانم. ما تا میایم مثلا فرض کنید جوانان این مملکت، ما نشسته بودیم داشتیم داریوشمون رو گوش میدادیم، گوگوشمون رو گوش میدادیم، داشتیم واسه خودمون میرفتیم دنبال دیسکوی فلان قرائتوارمون رو میومدیم، یه دفعه امام خمینی اومدن گفتن آقا سیاست خیلی چیز مهمیست، آما اومد وارد سیاست شدیم، تا وارد سیاست شدیم یه دفعه تقیب توق خود بم منفجر شد، موشک اومد، تانک اومد، توپ اومد، آقا اومدن گفتن سیاست زده نشین. حالا که اومدیم دوباره سیاست زده نشیم، اصلا جنبش سبز جنبش سیاست زدگی نیست. جنبش سبز حالا هی من رنگش هم میارم، بعضی ها نسبت به این رنگ حساسن دوچار کور رنگی میشن، مشکل چیز پیدا میکنن. ببینید اصلا جنبش سبز جنبش آدمایی که اصلا دچار زدگی نمیشن، اینا هر چیزی رو یه اندازه برای خودش قائلن. بعد دانشجو وقت دعوا کردنشه، وقت شلوغ کردنشه. اصلا دانشجویی که در دانشگاه باشه شلوغ نکنه این غیر طبیعیه، و آدمی هم که 50 سالش بشه و هنوز شروع کنه و هنوز دنبال چپروی باشه و این چیزا، این هم یه چیزیش میشه. دانشجو اصلا کارش همینه. به نظر من این سیاست زدگی و این چیزا اینا حرف مفته دیگه. آره حتی میگفتش که جوونا میگفت میگم بین من خودم کسی هم خوب حرفای ما رو نمیشنوه، ولی همین آقای خنیفر میگفتش که بله جوونا یه چند تا ویژگی دارن، یکیشون همینه که یکی از ویژگیاشون پاکیشون، یکی که زود اعتماد میکنن و گول میخورن و بخشی از جامعه الان گول خورده. برجا بحثای جالبی بود، تحلیل جالبی میشه که از صحبت آقای خنیفر. من در ارتباط با بیانیه آقای میرحسین موسوی میخوام از شما بپرسم، بعد از حالا قدس و مراسم اون و سفر احمدی نژاد و بعد بیانیه ایشون، تحلیلتون از بیانیه موسوی چیست؟ آخرین بیانیهش یه نکته رو بگم راجع به آقای خنیفر که گفتید. ببین یه چیزایی هست اینا رو به نظر یه تغییرات بده، مثلا آقای شمقدری شدن معاون سینمایی وزارت ارشاد، بعد خب انتظارم دارن که فیلمای خوبی ساخته بشه. خب آدمی که اسمش شمقدری باشه که فیلماش خوب نمیشه که، خب اسمش بذار کیانوش مثلا آریامنش، مثلا یه چیز کیانوش آریایی، مثلا ابراهیم نبوی بذارین که مثلا یه چیزی بشه از توش یه چیز در ورد. آخه فامیلی رو میشه شورجه، آخه خنیفر، آخه آدمی که اسمش خنیفر باشه که تو حرفش گوش میکنه آخه.
من اینو دارم میگم. خانم جلودارزاده مدت ها میخواست یه عالمه کارهای خیلی خوب بکنه، من خود دوست دارم ایشونو، ولی خب وقتی آدم اسمش جلودارزاده باشه نمیشه دیگه. اسم رو درست کنیم من. به نظر من حالا برای شماره 13 آقای میرحسین موسوی رو و آقا حدود در کل خب 5 دقیقه و نیم خیلی زیاد هم هست، من الان 20 دقیقه کار دارم بعد همه رو بگم. ببینید بعد از مراسم در حقیقت میخواستم بگم که بیانیه شماره 13 مهندس موسوی بیانیه بسیار مهمی بود که از یه طرف اشاره داشت به اینکه ظاهرا موسوی انتظار نداشت این همه مردم بیان و جمع شن. خب 20 سال آدم ندیده دیگه این مهندس موسوی، یه دفعه اومده تو خیابون دیده یه میلیون تا آدم، اصلا نمیدونستن قدر ایران جمعیت داره که. حالا اومده و خب مواجه شده با این مسئله تولد مهندس موسوی که توی این بیانیه هم مطرح بود که این مسئله خیلی مهمیه که ایشون گفته که بر من جشن تولد نگیرید و این چیزا. ما قرار امشب جشن تولد بگیریم، اصلا به ایشون هم گوش نمی کنیم، همه چیزاش هم کیکاش هم خودمون میخوریم و اینا. و نکته آخرم این که به نظر من نکته مهمی که توی این بیانیه مهندس موسوی بود مسئله تحریم بود که ایشون برای اولین بار در مورد مسائل بین‌المللی موضع گرفت و بحث این که دولت‌های خارجی نباید ایران رو تحریم بکنن و مطرح کرد که به نظر من این یکی از فرازهای مهم بیانیه شماره 13 میرحسین موسوی بود که حالا من یه تحلیل راجع به جنبش سبز دارم که این تحلیل رو به شما نمیگم، بعداً هم توی برنامه احتمالاً هیچ وقت نخواهم گفت و اصلا نمیدونم برای چه الان این مسئله رو گفتم. بریم بله دلمونم سر مسئله بعدی بله. حالا در ارتباط با سفر نیویورک آقای اگر اینم شاید مثلا مثل تحلیل جنبش سبز نمیخوایم بگی، ولی ما از شما خواهش میکنیم شما در مورد سفر نیویورک و تحلیلایی که بوده از حضور مردم نظرتون چیست؟ ببینید در نیویورک به نظر من دولت 9 تا هدف داشت که تقریبا به هیچ کدومش نرسید. من اصلا نمیدونم چجوری شد که احمدی نژاد تونست وارد نیویورک بشه، چون واقعا این همه ناموفق بودن توی یک کاری که آدم میخواد بکنه این عجیبه. یه سری اتفاقاتی اونجا افتاد، اولا که اصلا مفهوم اپوزیسیون تغییر کرد، یعنی واقعا این بچه هایی که تو خیابون بودن این نشون داد که نه، مثل این که بسیار این جنبشه مثل این که واقعا وجود داره، ما بی خود خودمون حرف در نیاوردیم. حالا میگن که بعضیا به من میگن تو با خانم آرامیده میاد میشین اینجا با هم دیگه یه سری حرفا میزنین فکر میکنین راسته، در حالی که نه، مثل اینکه واقعا واقعیت داشت. حالا شما که اونجا نزدیکم بودید بعد دیده باشید بله، دیگه بله. احتمالاً نه، من شما اینقدر گفتیم که به واقعیت پیوست. بله بله بله، این هم یه نکته مهمی است که جز اول نکات مهمی است که شما میگید که به نظر من خیلی قابل توجه. نکته دوم که بحث سمسه، آره مفهوم صندلی در سیاست تغییر کرد، این نکته خیلی مهمه. یعنی این که تا قبل از این همه فکر میکردن باید یه کسی رو صندلی نشسته باشه تا آدم بتونه سخنرانی کنه، در حالی که دیدن که نه، لازم نیست، خود صندلیه که مهمه. بله مهم نیست کی روش نشسته. و نکته بسیار مهم این که یکی از مشکلات چشم پزشکی آقای احمدی نژاد مطرح شد که این مسئله بسیار مهمیه. آقای احمدی نژاد دفعه قبل گفته بود من حاله نور دیدم، در 20 متری خودم دیدم که یه دفعه همه رهبران جهان پلک نمیزدن، اینا اصلا پلک نمیزدن، به من خیره شده بودن، منو نگاه میکردن. این بنده خدا معلوم شد اصلا مشکل چشمی داره، اصلا اون دفعه هم که گفته بود ندیده بوده، از 20 متری که آدم پلک کسی رو نمیتونه ببینه. بنده خدا هم پیروز نمیدید که رو صندلی ها هیچکی ننشسته، وگرنه مرض نداشت حرف بزنه. حالا درسته ما میگیم دیوانه است، مشنگه، یه چیزیش میشه، نه اینکه حالا مثلا من مستقیما به ایشون اهانت بکنم، الان دارم غیر مستقیم اهانت بکنم، ولی خب ایشون نمیدیده که کسی رو صندلی ها ننشسته، تقصیر خودش نبوده به نظر من. ما این نکته رو به نظر باید توجه بکنیم.